عکسمون رو گذاشتم جلومون و های های گریه کردم که دیگر آقا مهدی از دست ما رفت. ما دیگه آقا مهدی رو نداریم. ولی ما همیشه دلمون براشون تنگه. من خیلی وقتا دلم تنگ میشه برای تک تکشون. بچه هایی که خونبه های اونها این وزارت ماست، آیا جوابی خواهیم داشت؟ راه گریزی خواهد بود یا نه؟ برادر، اگر من از فیض شهادت در راه خدا برخوردار شدم و به صفحه این پیوستم و بادا بگذاری که جای من در جبهه خالی بماند، باید بر آن عهد وفاداری که با امام من بسته ایم استوار بمانیم و عباس گونه وجود خود را وقف استمرار و استقرار ولایت کنیم. من رفتم برادر، باز هم میگویم مبادا سفارش مرا از یاد ببری. ما اما اون تبلیغ چیز پسرم بغل اون بود، معاونش بود اون زمان. ولی حیف که قدر او قدر او را در رضا نمی دانند. مهدی باشر، حمید باشری راستی نمونه بودند. یا فاطمه روز سوم شهادت پسرم بود، آمد برای تسلیت، برای تسلیت آمد به خانه ما. اون دو کشمان رو نمیشناختم. اون تو که لباس میپوشید از سپاهیان هیچ تفاوت نداشت. یکی به من گفت که آقا مهدی، تا اون موقع آقا مهدی خودت
نشناخته بودم. گفت آقا مهدی بود، آقا مهدیه. بعدن که دیدم که با آقا مهدی خودشه، برخواستم چیزی هم آقا شدیم، آن گیره کرد. و بریدن از همه جز دوست، دوستان خدا، به سوی او همه بر لب خدا خدا رفتن، مسافران ولا سوی آشنا رفتن. ما جویدم که او اچیدو جویدم افتخار الادم، دیدم توش شوی الله. نه افتخار الادم؟ بیشتردم بلازم. نه بله هم اون بیده یا نه اونا هم بیدنه رو از ماده دیده دینا صحبت ما هدید دیده چه الامی زنده ده جنه زخمان دهی بابا ایران برام من دونه الام بیدن ده صحبت ما هده الله فشله و استفاده میکرد که نیاز داشت. عجیبه اونقدر از بیت المال مسلم استفاده میکرده نیاز داشت، از نیازش فکر میکنم که کمتر بود و بیشتر نبود در موقع استفاده از بیت المال. مهدی‌نین انسانیتلیقیندن یعنی نقدن دیخ آز دمیشم من هم دیلم زد چونن زد دیلم آقا یعنی لیاقتی وارده، شخصیتی وارده، اجازه وارده، ریاست طلب، مقام پرست، بزرگ آدم نده نهده، بی نفر آدم نده که فقط خدایش لمقه علاقه از واحده آمهده عزیبیده، نه فرماندهی دا، فرماندهیم آیرده او زایگاه و پایگاه شخصی که خرخی نیتینده وارده و آیرده اگر من واقعا مردم برای شخصیت حقوقو سوهله ارزشی یوخده درجهلر گتمالی شخصیتلر گتمالی دنیا özü بی سوزده دنیا اعتبارات در اعتبارات رو شخصیت های حقیقی چی وارده آمهدینی برای شخصیت های حقیقی خلق سوهر و احترام الاز رفتیم ارومیه با مهدی. من خیلی دوست داشتم برم ارومیه، بهش اصرار کردم حتما بریم یه برنامه‌ریزی بکن. خلاصه ایشون فرمانده عاشورا بودم و من فرمانده نجف بودم. خلاصه برنامه‌ریزی کرد، یه تابستونی رفتیم ارومیه. رفتیم ارومیه، وارد ارومیه که شدیم کجا شب بریم بخوابیم آقا مهدی اهل ارومیه مشکل داشت خونه ای کی برد که فردا مشکل براش درست میشه. باور میکنی؟ چند بار به من گفت فلانی من اومدم به ارومیه فقط به خاطر تو بود که تو دوست داشته بیای ارومیه. اینجا شهری منه ولی همه چی به من تنگ. یادم که میاد واقعا گریه میگیره که او شب مثلا اگه برو درواسی بنده نبود که رفتیم خونه دایی ایشون خوابیدیم، برو درواسی بنده نبود میرفتیم مهمون سرا، میرفتیم توی یه هتلی میخواد. انسانی که همه ارومیه مالش بود، جاش بود، شهرداری اون منطقه بود، آوازش بلند بود، جایی نبود که شبی انسان برد بخواد. خیلی از بسیجیان سوخت دلی که شهید باکری شده بودند اونها بهتر شهید باکری رو می شناختند و به همین خاطر حرمتی که به شهید باکری قائل بودند، حرمتی که هر فرمانبردار به فرمانده قائل میشه فهم کنه. وقتی که شهید باکری شهید میشه، طرفداران شهید باکری که همان بسیجیان سوخته دل بودند آنچنان می سوزند که با فقدان همه فرماندهان در سراسر عالم فهم کنه، چرا چون اینها یه مقدار
خودشون از این زمین کشیده بودند به آسمان، سماوی شده بودند و شهید باکر رو بهتر درک میکردند. خدا شامل حالش بود که هم زمان شاه رو خوب درک کرده بود و بعد که زحمتی که در زمانی که برابر پای نظام کشیده بود و دو جریان کردستان ایشون شرکت کرد برای حفظ نظام، بعد جریان جنگ ایشون اومد تو لشکر و تو جنگ و بعد از عملیات بیت المقدس فرماندهی تیپ عاشورا را به عهده گرفت و که بعد تیپا که اعلام شد لشکر تا عملیات خیبر لحظه شهادتش فرمانده لشکر بود. فرمانده با صداقت بود، با صفا بود، با بچه ها بود، در بین بچه ها بود. یکی از فرماندهان تیپای ما اومده بود که من گزارش بده، من دیدم یه نفرم همراهش هست اینا، خیلی آدم ساکت و با حجب و حیایی بود، همش این فرمانده تیپ گزارش میداد. من همون نگاه اول مهدی منو به خودش متوجه کرد، با اینکه اون گزارش میداد ولی من همش تو بحر مهدی بودم. بعد از اون فرمانده تیپ پرسیدم که ایشون کی هستن؟ گفتن این آقای باکری هست. گفتم کدوم باکری؟ گفتن مهدی باکریان. و گفتم کجا بودن قبلا؟ گفتن ارومیه و اینها. من یه مرتبه بیادم اومد که ایشون همون باکری است که توی ارومیه در موردش صحبت میکردن، حرف میزدن. لذا به محض این که به من گفت ایشون مهدی باکری هست و اینها، خب دیگه ایشون رو زیر نظر گرفتن و تو همون عملیات ایشون شد معاون بردم آقای احمد کاظمی و یکی از حساس‌ترین جبهه‌های جنگ فتح المبین رو به این تیم دادیم، در حقیقت تیم احمد کاظمی و باکری. همونجا دیگه آشنایی ما شروع شد و بعد از اون دیگه مهدی در حقیقت محور شد و حکم بهش دادیم و تیپو تشکیل دادیم. بنده رفتم برای گلف، رفتم کاری داشتم که آقا محسن سردار رضایی اونجا ما رو دیدند و گفتن آقا مهدی رو ما میخواییم بذاریمش فرمانده یک یگان، که من سخت مخالفت کردم و گفتم نه من موافق نیستم. گفت نه خیر، ما باید حتما بذاریمش ایشونو فهمیدیم. خب خیلی دلم میخواست که ایشون بره، با توجه به توان و نیروهایی که دور ایشون بود خیلی خوب قادر بودن که برن یگان رو خیلی عالی اداره بکنن، ولی ناراحت بودم که به هر حال دست خودمون تنها میشد و ایشون فوق العاده نقش بالایی داشتن و در حقیقت در او زمان و او عصر تیپ نجف و هم از لحاظ نیرویی هم از لحاظ کادرای برجسته به چای آذربایجان اداره میکردن، حمید و مهدی و شهید تجلایی و همه برادرایی که اومده بودن از آذربایجان همراهی آقا مهدی، که خیلی واقعا برام تکون دهنده و سخت. فرق آمهتی با دیگرون دریچه دید آمهتی بود. آمهتی از یه دریچه خاصی به زندگی نگاه میکرد.
آمیتی از یه دریچه خاصی به جنگ نگاه میکرد. من این کلیت ها رو که میگم منظورم اینه که بسیاری از اینا باز شدنی نیستن، نمیشه باز کرد. کسی که تو عمرش یه حبه قند رو نخورده باشه، شیرینی رو نچشیده باشه، و اون کسی که یه شکلات تو دهنشه میخواد تعریف بکنه که شکلات چه مزه‌ای میده، خیلی مشکله. ما انصافاً آمدی رو دیدیم، لمس کردیم، با ایشون توی سنگر بودیم، با ایشون توی ماشین بودیم، با ایشون شناسایی رفتیم، با ایشون نشستیم درد دل کردیم، با ایشون مشکلات خانوادگی مطرح شد، مشکلات زندگی مطرح شد، مسائل سیاسی کشور رو که به ایشون پارش برمیگشت مطرح کرد. اما همه اینا از یه دریچه خاص بود، از دیدگاهی که عرض میکنم شاید بسیاری از عزیزان ما نتونن اون دریچه و اون افق دید رو ببینن. اگر بخوام بگم آقا مهدی و حمید آقا چه چیزهای مشترکی داشتن نظر خصوصیات، باید بگم که هر دوشون خیلی صبور بودن. هر دوشون، اینا رو با دقت خدمتون عرض بکنم، هر دوشون خیلی متواضع بودن، هر دوشون خیلی شجاع بودن، هر دوشون اصل و اساس در خصوصیات زندگی ایشون این بود که این ما نیستیم، ما بنده خدا هستیم. یه چیز اینا خیلی بارز بود که گفتم خدمت آقا مهدی حمید آقا خیلی صادق بودن. ما خیلی از دوستانمون شهید شدن که همه اینها مربیان ما بودن، اما آقا مهدی و حمید آقا این صفت صداقتشون از همه بارزتر بود. بنده میتونم بگم که حمید باکری در زیر سایه آقا مهدی دیده نمیشده، چرا که حمید آقا هم خودش یه مهدی باکری بود، چون برادرش بود و اطاعتش هم واجب میدونست. اگر آقا مهدی نبود، حمید خودش یه فرمانده لشکر به تمام معنا بود. حمید خیلی پسر محجوب و بسیار به مهدی وفادار بود، هیچگاه خودشو ظاهر نمی‌کرد که توانایی‌های خودشو دیگران بفهمن. تو خیبر من متوجه شدم که عجب، حمیدم دست کمی از مهدی نداره، این خودش یه فرمانده لشکره. یه روز به احمد کاظمی گفتم که من فکر می‌کنم این حمید می‌تونه یه لشکر رو اداره بکنه. شاید در جمع مدتی که ما با آمدی رفت آمد داشتیم و توی قرارگاه ایشون توی مرکز ایشون میرفتیم میومدیم، من 20 کلمه حرف با حمید نزدم. اگه 20 کلمه حرف هم زدم در حدی که حال شما چطوره، خوبید، فلان اینها، حالا بد نیست شاید یه جایی به درد بخوره، یه قرارگاه مخفی زده بودیم در یه جایی که حالا خودیها هم پیدا نکنن، جای خیلی پرتی بود. به دستور آقا محسن این قرارگاه نصب شده بود، دو تا کانتینر گذاشته بودن اونجا جلسات بذارن اونجا. به دستور آقا محسن آمدی این کارو کرده بود، بعدم سفارش کرده بود که کسی رفت آمد نکنه اینجا. گفتن که شب همه بیان اونجا. به آمدی هم گفته بودن که شما شام رو بیار اونجا که بچه ها میان، برای این تعداد از فرمانده ها شام بیار اونجا. ایشون هم خب دیگه برادرش رو امین‌ترین دونسته بود، گفته بود میری توی مغر یه مقدار نون با حالا پنیری عرض به محضر شما سیب زمینی چیزی پیدا کردی میبری اونجا که ما بیام. رفتیم ما اونجا، وقتی رسیدیم آمدی اونجاست و حمید آقا هم هستن و یه چند تا از بچه هم اومدن. گفتیم که آمدی ما نهار نخوردیم، گرسنه‌مونه، شام ما رو همین الان بدیم میخوایم بخوریم. گفت سب بده بچه ها بیان اینا. گفت همه گرسنه‌مون اینا. خلاصه ما سبب شدیم که اینا زود دست به کار بشن شام بدن.
ایشون دو تا حلب پنیر آورده بود که اونجا باشه که دیگه نخواد هی رفت آمد بکنه. نون رو آوردن گفتن که پنیرم بیارین، آورد حلب پنیر رو گذاشت و خدا حمید سر حلب پنیر رو باز کرد، خندید گفت این یکیش پوچ در اومد. گفتم چطور؟ گفت خیار شوره به جای پنیر. به من گفتن اینا پنیره، من رفتم آوردم خیار شوره. رفت اون یکی رو آورد باز کرد اونم خیار شوره، گفت امشب نون خیار شور بخوری. این خنده ملیح این دوتا برادر بزرگوار اون صحنه رو من هیچ وقت یادم نمیره. به ما اصرار داشت توی چادرش که شما حق ندارین سر سفره‌ای که غذا از لشکر برای ما میارن یک چیز اضافی رو بیاییم بذارین. خدا شاهد بارها به من که حالا به عنوان رئیس ستادش بودم و جانشینش به من میگفت که آقای کبیر تو حق نداری سر سفره من اگه ببینم غیر از این چیزی که از آشپزخونه بر بسیجی آوردن بر من یا داخل سفره شما من ببینم، اگه دیدم واقعا دیگه از همه شما دل زده میشم. خدا نکنه اون روز رو که ایشون میومد مثلا سر سفره روی سفره یک مربایی رو میدید، تا میدید سوال میکرد میگفت این مربا یا این نمیدونم تون فلان آیا به همین بسیجی رسیده، آیا به اونام دادن، یکی میگفت نه مثلا قشقرقی را مینداخت، اوضاعی به پا میکرد، میگفت خجالت نمیکشین شما؟ مگه ما این چیز رو تونستیم به این بسیجی ها بدیم که تو آوردی گذاشت سر سفره ما بخوریم اونا نخورن؟ این نمونه از عدالتش بود. من فکر میکنم زندگیشون هم در مسیر انقلاب بود، یعنی این دوتا با هم جدا نشدنی بود، هم زندگیش هم با زنگشون، یعنی فعلا حالا من این موقع را میگم ماها مثلا میگیم ماموریتمون تو سپاه میریم 8 ساعت 7 ساعت کار میکنیم دوباره برمیگردیم به زندگیمون، یعنی زندگیمون رو جدا از ماموریتمون میدونیم. به نظر من حمید این دوتا را با هم میدید یا آقا مهدی با هم میدید. ما مثلا بعدها میبینیم دیگه تو اونایی که میریم، حتی اونایی که با آقا مهدی بودن، اونایی که با حمید بودن یا اونایی که با سایر بزرگان زنگینا بودن، میدیم زندگیشون خیلی فرق کرده. یعنی زمانی بود که آقا مهدی میومدیم تبریز، مسیر اگه از قم میرفتیم میگفت این مسیر حساب کن پولشو بدم حتی برای سر زدن به خونه آقا حمید، یعنی استفاده شخصی از ماشینی میکرد. حالا میبینیم وضع زندگیمون یه چیز دیگه است، همه چیز یعنی تغییر کرده، خیلی چیزها تغییر کرده. مثلا من در رابطه با یه مطلبی حتما از خانواده شنیدید، میگفت که حمید آقا هر وقت خسته بود میومد خونه، یعنی آرامشش رو تو خونه پیدا میکرد نه اینکه بیاد اونجا استراحت بکنه. مثلا میگفت که یه بار ما رفته بودیم خدمت خانمش داشت صحبت میکرد، میگفت یه بار حمید آقا اومد خیلی خسته بود، همین که از در رسید تو اهواز دیدیم که اصلا همونجا افتاد خوابید. میگفت ما با بچه‌ها مصیبت کشیدیم بودیم، زاشو پوتیناشو در آوردیم از خواب، زاشو انداختیم که خوابید، بعد از خواب بیدار شد گفتیم بابا شما میخواید چی کار بکنید؟ کجا میرفت دنبالش میرفت. ولی خیلی تأکید داشت، خودش میگفتش که کار تو سخت تره. اصلا عجیب نمیگفت بچه ها رو تربیت میکنیم،
میگفت تو. یه بار باش برای دعوا کردم، گفتم چرا همش میگی تو؟ یه بار بگو ما بچه ها رو بزرگ میکنیم. گفت من یقین دارم تنها بزرگ. خیلی گریه میکردم، البته بیش مردم نه، صبح جست میگرفتیم شبا گریه میکردم. یه شب خیلی گریه کردم، بعد اومد گفت برای چی گریه میکنی؟ گفتم میخوام ببینم چجوری شهید شدی. گفت تو به چه چیزایی فکر میکنی؟ یه ترکی نشون داد اینجا پیشونیش، گفتش که یه ترکیش اینجا خورد، بعد اصلا نفهمیدم. بعدم هیچیم نشد. بعد همش فکر میکنم که مثلا یه جایی باید برم پیداش کنم، اما چون مطمئنم پیداش نمی کنم هیچ وقت حواس جنوب نمی کنم که مثلا برم مناطق جنوب یا چیزی. همش به اون فکر میکنم که تو آب چجوری افتاد. شاید هیچ نوحه یا چیزی به اندازه این که برای حضرت زینب میخونن گلی گم کردم، هیچی به اندازه اون حرف نمیزن. بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب. بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب. بعد من قافل سالار توی می خواهر من، پولی و شم رو به ما و دشمن جوان خواهد شود خواهر من. بعد من قافل سالار توی می خواهر من، دختر و پیدر کبردار توی می خواهر من. خون ما و جمله دریم این دشت روان خواهد شد، خولی و شم رو به ما دشمن جوان خواهد شد خواهر من. خواهرم اکبر و عباس و علی بی اصغر من، خواهرم اکبر و عباس و علی بی اصغر من. هدف وی نیز بقی وی خان جفا و خواهد شد خواهر من. جمله یاوران حسین در سفر وی کرب و بلا، جمله یاوران حسین در سفر وی کرب و بلا. سر به کعب جان بره وی دین خدا و خواهد شود خواهر من. خواهرم خون شهیدان به بیابان بلا، خواهرم خون شهیدان به بیابان بلا. نهر جو شنده و پور شور و نبا و خواهد شود خواهر من. که با دجیل و با و نهر پرا تا میزد، چون که با دجیل و را و باوند جیل بباو هر فرا تا میزد. خواهرم خوب و نگلد، خواهرم خوب و نگلد، چون که چه ها خواهد شود خواهرم.